فکر کن یه موجود زنده ای هست که خودش کور رنگه ولی میتونه رنگ خودش رو عوض کنه یه طوری که شکارچیش گل بخوره بره یا تومش گل بخوره بیاد بعد ماجراش از اینم تازه عجیب تر میشه توی این ویدیو یکی ای از کنجکاوی های تازم رو بهتون نشون میدم و یه سایت خیلی جالب معرفی میکنم و یه پیشنهاد خوبیه در واقع برای وبگردی همش هم در ده دقیقه تقریبا من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس اقیانوس های عمیق رو ما خیلی خوب کشف و شناسایی نکردیم هنوز هم فشار آب زیاده همین که خیلی تاریکه کار خطرناکه حتی بعضی دانشمندان میگن که اعماق فضا رو راحتتر میشه شناخت تا اعماق اقیانوسا یه زیردریایی هنوز نتونسته بشر بسازه که ته ته اقیانوسا بره عمیق ترین جایی که انسان بهش رسیده 10927 متره در حالی که عمیق ترین نقطه اقیانوس 11034 متر زیر دریاست بالای بالای زمین رفتیم مثلا بالای اورست 8800 متر دیگه ولی ته ته آب نرفتیم یکی از موجودات جالب اعماق اقیانوس ها ماهی های مرکب هستند ماهی مرکب سکوید یک چیزایی هن بعضی وقتا دوازده متر 150 کیلو وزن چشا درشت همچین مناسب اون اعماق تاریک 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 چرا ماهی مرکب برای من جالب شد اپیزود 45 پادکست بی پلاس رو اگر شنیده باشین میدونین چرا این ماهی مرکب هم مثل اختاپوس از همون تیره نرم تنانه پای خاصی نداره اصل ماجرا کلاس برای اینا و مثل اختاپوس این هم هشت تا بازو داره مثل اختاپوس این هم شل نداره پوسته نداره ولی خب یه تفاوت هم با هم دارن مثلا این دو تا تنتکل داره روی این تنتکلاش چیزهایی هست دندونی که کمکش میکنه که تو رو بگیره یا مثلا باله داره دوتا و حالا شباهت حتی و تفاوت های دیگه هم به هم دارن خیلی چیزا در مورد اینها ما هنوز نمیدونیم کلا تا 2006 ما بزرگوار رو زنده ندیده بودیم جسدش رو دیده بودیم مثلا در ساحل یا تو شیک وال از وقتی که زنده دیده شد و مخصوصا از وقتی که تونستن ژنش رو مطالعه کنن توی این 14 سال بعد هر چی جلوتر آمدیم چیزای بیشتری درباره این موجود گرفتیم و فکمون واقعا پایینتر و پایینتر افتاده راستش یه چیزایشون خیلی خاصه مثلا رشدشون زیاده یا اینکه مغزشون پیچیده است یه شکل شکل دونات داره بعد ولی اندازش نسبت به اندازه بدن کوچیکه در مقایسه با وزنشون مثلا یک تن وزنشونه مغزشون مثلا 100 گرم البته بزرگترین مغز رو در بیمهرگان دارن و حالا یه چیز عجیب دیگه همینی که مریشون از سوراخ وسط اون دوناته رد میشه اما یه چیزی که برای من خیلی جالب بود ویژگی اینهاست در رنگ عوض کردن قایم شدن این یه کاربردایی هم داره حالا کاربرداشو انتهای این ویدیو میگم ولی این کمکشون میکنه در استتار دانشمندان فهمیدن که اینا یک پروتئینی به نام ریفلکتین دارن توی ژنشون و با کمک که این میتونن اینطوری رنگ عوض کنن و استتار کنن این تواناییش در استتار و رنگ عوض کردن و اینا هم به عنوان یکی از نشونه های هوشش میگیرن مخصوصا که همونطوری که اول ویدیو گفتم میگن اینا کور رنگن یعنی خودشون رنگ و متوجه نمیشن و از این عجیب تر از این عجیب تر حتی وقتی که ارتباط رشته های عصبی چشمشون با مغزشون قطعه یعنی سیمه وصل نیست بازم اون توانایی تغییر رنگ و همرنگ سطح شدن رو دارم خیلی عجیبه یعنی خود پوستشونه که انگار رنگ و تشخیص میده و مطابق اون میکنه خودشو گاهی برای شکار این کار رو میکنه برای فرار کردن گاهی این کار رو میکنه گاهی واسه جفتیابی این کار رو میکنه میگن اسکوید نر میخواد توجه مادر رو جلب کنه هر لحظه به رنگی خودشو در میاره و اینطوری دلبری میکنه متوجه این چی شد دیگه یعنی یه کاری که خودش خودکار میتونه انجام بشه خودشون هم میتونن انتخاب کنن که انجامش بدن یه جوری مثل نفس ما منتها این تصمیم رو بر چه اساسی میگیرن بر اساس اون چیزهایی که دوروبرشون برشون میگذره دورو رو چطوری میفهمن چه خبره از جمله با پوستشون میفهمن یعنی انگار چشمشون بسته هم که باشه پوستشون میتونه بفهمه که دیوار چه رنگیه خودش اون رنگی میکنه بیان یه خورده ساده و غیر دقیق داریم میگیم بیان درستی خیلی نیست این فعلا شایدان. ولی مفهوم همینه بر همینم هم هست که یه چیزی انقدر نرم و همچین ظاهرا بیدفاع و اینا میتونه در اون اعماق تاریک و خطرناک اقیانوس گریم خودش رو عذاب بکشه بیرون و حالا عجیبتر از اینا کاتل ها که پسرخاله نیسکوید ها هستن اینا یه پوستی دارن با کیفیت تلویزیون رنگی HD اینا در هر بکگراندی میتونن استتار کنن یک ترهایی میندازند روی سطح پوستشون این یعنی ترهای سایکدلیکی شکارچی میاد هیپنوتیزم میشه واقعا حیرت انگیزه فقط رنگ عوض نمیکنن اصلا یه تصویر تصویر دیگه پخش میکنن که بیننده گول بخوره تا یه حد این کار رو اسکویدا هم میکنن یک الگوهای بیشماری میتونن درست کنن برای اینکه رنگ و شکل محیطشون شبیه بشن یا مثلا نورانی میشن که درست نتونی ببینی خلاصه اینکه واقعا موجودات زبلیان در جفتیابی خیلی استادن با نصف بدن میگن میتونن کار ماده رو تقلید کنن با نصف بدن نر رو تقلید کنن اینطوری میتونن بخزن بین مثلا جفتای دیگه و حقیقتا برای منی که با دنیای حیوانات خیلی غریبه بودم آشنا با اینا یه طوری بود انگار بردنم یک جهان تازه ای و مثل بچه کوچیک هیجان زده میشم از فهمیدنش همونطوری که احتمالا مشخصه و واقعا هم میخوام بر همه تعریف کنم اما همه ماجرا هم این هیجان فهمیدن چیز تازه نیست این یعنی اصلا یکی از دلایلی که این همه روش سرمایه گذاری میشه همین کاربرداشه چطوری انسان خیلی وقته که داره از طبیعت یاد میگیره یاد میگیریم که زندگی رو چطوری راحت کنیم مشکلات رو چطوری حل کنیم یکی از کاربردهای شناخت و موشکافی بدن حیوانات همینه که از طبیعت یاد بگیریم خیلی هم تا حالا واقعا از طبیعت یاد گرفتیم خیلی از تکنولوژی ها خیلی از راه حلایی که ما الان داریم اینا از طبیعت الهام گرفته شده یه گروهی هست به نام The Biomimicry Institute این کارش اصلا جمعوری و حمایت کردن از ایده هایی که بر اساس طبیعت درست شدن توسعه پیدا کردن این مؤسسه یه سایتی داره به نام Ask Nature من این سایت Ask Nature رو بهتون نشون میدم خیلی چیزای جالبی توش هست و اینطوری هم نیست که مثلا واقعا تو سایت بری بفهمی یکی دو تا قلق داره من اینا رو توضیح بدم لذت بردن از سایت واقعا چند برابر میشه خب این سایتی که ازش صحبت میکنیم چیه asknature.org گفتیم از طبیعت بپرسیم هم اولش یه اندرز خوبی بهمون به میده میگه که شما اگه میخوای با طبیعت صحبت کنی با هوشی خودتو بذار کنار واقعا باید گوش بدی ببینی طبیعت چی بهت میگه این سایت رو میتونیم بریم توی کلکشناش یه سری مجموعه درست کرده مثلا در بله طبیعت چطوری با استرس کنار میاد یا موضوعات مختلف تمیز نگه داشتن انرژی در طبیعت قصهش چیه برای همینطوری میگم گشتن خوبه برای مثلا دانش آموز برای معلم برای دانشجو کار مهندسی اینا اینطوری دسته بندی داره این یه روششه روش دیگه اینه که این خب مثل هر سایت دیگری که میریم سرچ کنیم همینجا مثلا شما بری بزنید داگ مثلا سرچ کنیم درباره سگ چی هست یه مثلا چیز اولی که داره یک استراتژی زیستی که میاره درباره سگا میگه آره دیدن که سگهای وحشی آفریقایی اینا یک مکانیزمی دارن انگار گروهی تصمیم میگیرن مثلا یه صدای از خودشون در میارن بعد میفهمن که مثلا همه موافقن میرن بعد توضیح هم میده که مثل گروه های مافیایی هستن بعد وقتا میگن که مثلا رئیس رو مثلا اونایی که رده دوان اگه همه اجماع داشته باشن میتونن رأی رئیس رو وتو کنن یعنی وزنی رأیشون اینا هم اینطوریه بستگی داره که کی اول صدا در آورده باشه یه فلکسیبیلیتی توی سیستم هست خیلی جالبه ولی راههای بهتری هم هست برای گشتن توی این سایت مثلا چی بگریم صفحه اول دو تا دسته بندی دو تا تب اینجا داره یه دونه استراتژی های زیستی بایولوژیکال استراتژیز یکی هم اینویشن ها نوآوری ها یادمون باشه ایده چیه ایده اینه که ما یه سری چالش داریم یه سری چالنج داریم سوالهایی داریم از طبیعت میخوایم بپرسیم و طبیعت یه سری جوابایی داره این استراتژی بایولوژیکال استراتژیز جوابای طبیعت اینوویشن ها اینه که اون جوابا رو ما گرفتیم و بعض وقتا از توشی راه حلی برای مشکل خودمون پیشنهاد کردیم اونا اینجاست مثلا میگه 1700 تا استراتژی رو ما جمع کردیم شما بیا اینجا سرچ کنی و مثلا درباره همین اسکوید که ما صحبت کردیم سرچ کنیم مورد اولی که بهش میرسی اینه یک الهامی گرفته شده از همین ماهی مرکب برای اینکه یک مشکل علمی مشکلی رو که آدمیزا ما داریم برطرف کنن مشکل چیه ما همیشه میخواستیم نامرئی بشیم نامرئی شدن میگه که توی دنیای علمی تخیلی بوده همیشه دیگه ولی واقعیتش اینه که یه کاربردی هم داره ما اگه بتونیم سلول رو شفاف کنیم یه کاری کنیم که توش بشه دید این ممکنه که کاربردهای پزشکی داشته باشه که جون آدما رو در شرایط مختلفی نجات بده چون یه همچین امکانی ما الان نداریم برای اینکه اینو پیدا کنن بعضی از آدم های کنجکاو رفتن از طبیعت پرسیدن ببینن طبیعت آیا چیزی سلوشنی داره راه حلی داره به ما پیشنهاد بده و میگن ما رد پای ایده راه حلی رو در ماهی مرکب پیدا کردیم من توی جزئیاتش نمیرم ولی میخوام بگم که این سایت کار میکنه بیشتر بخواید بخونی شما اصلا میتونی بری این مقاله رفرنسی رو که هست باز کنی مقاله رو کلا بخونی ببینی چی گفتن واقعا چه مزایایی داره یه همچین راه حلی چه کاربردهایی داره یک ترین الهامی که ما از طبیعت گرفتیم چه این استراتژی یه صفحه ای اطلاعات خیلی زیادی به شما میده که همه اینا بسته بین که شما چقدر کنجکاو باشی ممکنه به دردت بخوره حالا به جای این میتونستیم از اول بریم توی اینویشنز و اینجا سرچ کنیم ببینیم که چه نوآوری هایی ای اینا بر اساس چه الهامی از کجای طبیعت آمدن مثلا اینجا چیزی که بر من جالب بود information درباره ارتباطات بی سیم زیر آب چالش این بود که ارتباطات مطمئن زیر آب مثلا به این دلیل به اون دلیل به اون دلیل اونی که میخوایم باشه نیست یک تکنولوژی با الهام از دلفین ها درست کردیم جزیاتش چیه یه مقدار اینجا توضیح میده و حالا کسی بخواد بیشترش رو هم میتونه بگرده پیدا کنه بر من چرا این خیلی جالبه و دوست دارم به عنوان یک سایت اینو پیشنهادش کنم که بریم توش وقت بگذرونیم به خاطر اینکه من فکر میکنم این شبکه های اجتماعی ما رو یه مقداری از اون چیزی که اینترنت اولش بود دور کردن اینترنت قبل از سوشال میدیا خیلی کنجکاوی برانگیز بود هم خیلی به کنجکاوی ها جواب میداد هم خیلی کنجکاوی جدید بهمون به میداد الان اطلاعات خیلی بیشتر از سال 15 سال پیش توی اینترنت در هر زمینه ای هر چی بخوای یاد بگیری کنجکاوی کنی اطلاعات هست ویدیو هست پادکست هست سایت هست بلاگ هست ولی خیلی هاشو دست ما بهش نمیرسه یعنی الگوریتمای خیلی قویه شبکه های اجتماعی و اعتیادی که ما به اینها پیدا کردیم نمیذاره ما بریم این سایت ها رو ببینیم خیلی ساده است واقعا توی همین یوتیوب انقدر الگوریتم کارش قویه که هزار تا ویدیوی خوب ممکنه اینجا باشه و من و شما دوست داشته باشیم ببینیم ولی نتونیم ببینیم هی hey, مثلا رقص دختر ایرانی در فلان جا رو برای ما میذاره ما دوست داریم اونا رو ببینیم اون یه کسی هم اینا درست کرده که ما ببینیم ولی ما به همدیگه دیگه نمیرسیم من فکر میکنم ما باید یه تلاشی بکنیم که برسیم به این چیزایی که هست و ما دوست داریم یکی از راههای این تلاش کردن ها اینه که سایت رو که اینطوری هستن ببینیم همه چی توی سوشال میدیا نیست اگه اینترنت ما اینترنت استفاده کردن ما فقط بشه اینستاگرام و تلگرام و اینا هیچ وقت ممکنه که نفهمیم یه چیزی مثل اسک نیچر هست و اگرم خودشو بفهمیم مثلا تو اینستاگرام رو ببینیم نمیتونیم اینطوری بریم ازش استفاده کنیم من دوست دارم یه کاری که اینجا میکنیم این باشه که سایت های اینطوری معرفی کنیم یه دوری توی یه سایتی بزنیم یک پیشنهادی باشه از من به شما برای وقت گذرونی یه خورده متفاوت در اینترنت اگر این مدل رو دوست دارین بگین لطفا این ویدیو رو لایک کنین حتما که من بفهمم و ما بازم از اینجور چیزا توی برنامه بگذاریم دم شما گرم